سرخط مهمترین های امروز. صلح افغانستان در میان اشتیاق اروپایی ها و بیمیلی طالبان. وزیر خارجه آلمان خواستار شدت بخشیدن بر تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح است. وزیر برحال از شهروندی امریکایی تا خرید اجناس خانه از پول وزارت. جهانی در تقرری های وزارت از صلاحیت هایش استفاده سو می کند. ولسی جرگه افغانستان تصمیم دارد که در این رابطه رسیدگی صورت بگیرد. تلاش یک عضو مجلس برای تجاوز بر یک رقاصه پاکستانی، خجالت انفرادی یا لکه ننگ بر پیشانی دولت. مسئولیت حکومت پاکستان است و باید به امرش اگر واقع داشته باشه امرش برخورد قانونی صورت. جان باختن بیش از 30 تن در پی سرازیر شدن سیلاب ها. دایکندی و روزگان بیشتر از دیگر ولایت ها آسیب دیدند. با تمام پرسنل و همکارا خدمت دادیم که پول در اختیارشان است، امکاناتی که در سطح هر ولایت وجود دارد استفاده کنند. پاسخ و گرد همایی سران بیش از 50 کشور جهان در نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن. اوباما هشدار می‌دهد که گروه‌های هراس‌افغان در تلاش دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای‌اند. بنام خدا، سلام بر شما. عصر شنبه است و شما بیننده مهمترین ها از یک. من رو فجمل هستم. وزیر خارجه آلمان خواهان شدت تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان شده است. این مقام آلمانی گفته است کشورش از گفتگوهای صلح بر رهبری دولت افغانستان پشتیبانی می کند. همزمان فرستاده سازمان ملل متحد در امور افغانستان وعده کرده که برای صلح میان دولت افغانستان و طالبان کار می کند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد هشدار می دهد که طالبان با جنگ نمی توانند پیروز شوند. صلح در افغانستان اکنون به یک نیاز منطقه‌ای و حتی جهانی مبدل شده. پدیده تأمین آن در افغانستان سبب ثبات منطقه گفته شده است. چنانکه وزیر خارجه آلمان میگوید امنیت منطقه بستگی به امنیت افغانستان دارد. او گفته است پیشرفت‌های مهم در افغانستان صورت گرفته، اما آلمان میخواهد گواه پیشرفت‌های بیشتر در این کشور باشد. به گفته فرانک والتر شتاینمایر، حملات اخیر در بروکسل، ترکیه و پاکستان اهمیت و نیاز همکاری کشورها بر ضد گروه‌های هراس‌افغان را بیشتر کرده است. اکنون پیشرفت ها در افغانستان به خوبی قابل دید است و این پیشرفت ها ژرف و قابل توجه هستند. بنابراین ما از گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان حمایت میکنیم، چنان که وضعیت در منطقه نیز بستگی به نتایج این گفتگوها دارد. همزمان تادامچی یاماموتو، فرستاده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، وعده کرده است که برای صلح میان دولت افغانستان و طالبان کار میکند. دیپلمات سازمان ملل متحد که به تازگی به عنوان فرستاده ویژه این سازمان در امور افغانستان برگزیده شده میگوید اوضاع امنیتی پس از خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی در این کشور بد شده است. او هشدار میدهد که طالبان با جنگ نمیتوانند بر نیروهای امنیتی افغانستان چیره شوند. این برای نیروهای امنیتی افغانستان بسیار مهم است تا بر چالش‌ها به همکاری جامعه بین‌المللی غلبه کنند. طالبان از طریق جنگ برنده نخواهند شد. من تلاش خواهم کرد فضایی را به وجود بیاورم تا دولت و طالبان بتوانند مستقیما با هم گفتگو کنند. یاماموتو گفته است که به عنوان میانجیگر کار خواهد کرد تا تشخیص دهد چه تلاش میتواند مسیر رسیدن به صلح را آسان تر کند. سازمان ملل متحد در حال از تمایلش برای کمک به گفتگوهای صلح افغانستان خبر داده است که ظاهرا این روند با پیش شرطهای طالبان به شکست روبرو شده است. باری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، هنوز شهروندی امریکا را دارد و همچنان از صلاحیت‌هایش در تقرری‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ سوء استفاده کرده است. افزون بر این، مدارکی که به تلویزیون یک رسیده نشان می‌دهد آقای جهانی در موارد زیادی هزینه خرید اجناس خانه‌اش را از بودجه وزارت گرفته است. همزمان مجلس نمایندگان هشدار می‌دهد در صورتی که آقای جهانی از شهروندی آمریکایی‌اش انصراف نداده باشد، با وی برخورد قانونی می‌شود. زکریای حسنی. بر بنیاد اطلاعات و مدارکی که در اختیار تلویزیون یک و برخی رسانه‌های دیگر قرار گرفته، گویا باری جهانی برای قانون شکنی و سوء استفاده از صلاحیت‌هایش بر کرسی وزارت اطلاعات و فرهنگ تکیه زده است.
یکی از نمونه های سوء استفاده وظیفه‌ای آقای جهانی هزینه های شخصی وی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ است، چنانچه مدارکی که به تلویزیون یک رسیده نشان می‌دهد که وی در کنار هزینه درمانش حتی پول خرید خیلی از اسباب مورد نیاز خانه اش را نیز از بودجه وزارت گرفته است. مثلا در این مکتوب که به سال گذشته برمیگردد، آقای جهانی از بهر خرید این اسباب برای خانه اش از خزانه وزارت پول درخواست کرده است. یک عدد سیر ظرفدانی، یک عدد سبد جالی برای شستن ظرف، یک عدد دیگ بخار کلان، بورس برای شستن کاشی و مایع ظرفشویی. آقای جهانی در کنار ده‌ها اسباب مورد نیاز خانه‌اش از وزارت اطلاعات فرهنگ درخواست پول برای خرید تلویزیون، یخچال، ماشین جاروب برقی و تنظیم کننده هوا را نیز داده است. درخواست هایی که بر بنیاد این مدارک یک به یک اجرا گردیدند. اما در کنار سوء استفاده های مالی، باری جهانی با اینکه یکی از وزیران بر حال کابینه حکومت وحدت ملی است، اما هنوز از شهروندی آمریکاییش انصراف نداده و آزادانه با پاسپورت آمریکاییش به کشور دومیش سفر میکند. چنانچه روزنامه 8 صبح نیز در گزارشی این موضوع را مستند کرده است. حالا نمایندگان مجلس که هنگام دادن رأی اعتماد به آقای جهانی در بررسی مدارک وی ظاهرا ناکام بودند، میگویند در صورت درستی چنین ادعایی با آقای جهانی برخورد قانونی خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان تصمیم دارد که در این رابطه رسیدگی صورت بگیره. هر وزیری که اگر دارای تابعیت دومی بوده باشد، در این قسمت اول بهش گوشزد صورت بگیره، وگر نه از آدرس قانون که یک از مجراهای مثبت است، از اون طریق ما میتونیم دنبال کنیم. به تازگی آقای جهانی به امریکا سفر کرده و نیز ادعا شده که وی با پاسپورت امریکاییش به این سفر رفته است. حالا نمایندگان مجلس میگویند مقصر حکومت است که افراد دارای شهروندی دوگانه را برای پست وزارت معرفی میکند. وزارت خارجه تعهد کرده بود در همون وقت و زمان با شورای ملی با ولسی جرگه که حتما این شرایط که اینا از تابعیت دوگانه خود منصرف شدم از او آدرس بر ما معرفی کردن، باید در اینجا را به وزارت خارجه پاسخگویی باشه، هم به پارلمان هم به مردم افغانستان. اما این تمام ادعاها بر ضد آقای جهانی وزیر کنونی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست. برخی از آنانی که توسط آقای جهانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ برکنار شدند ادعا میکنند که وزیر اطلاعات و فرهنگ با برکناری کارمندان با تجربه وزارت جا را برای بستگان خیش خالی کرده است، چنانچه روزنامه 8 صبح نیز برخی از این ادعاها را چنین مستند کرده است. فرستادن دوستان و اعضای خانواده به چین به جای خبرنگاران دعوت شده، سوء استفاده از صلاحیت‌هایش در تقرری‌ها و تصفیه قومی در این وزارت، گماشتن سخنگو به عنوان همکاره وزارت در نبود شخص وزیر. خواستیم در این مورد با مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفتگو کنیم، اما هیچ یک از مسئولان این وزارت حاضر به گفتگو با ما نشدند. باری جهانی در زمان نامزدیش به عنوان وزیر اطلاعات فرهنگ تعهد کرده بود که از شهروندی دومیش میگذرد، اما اینک این مدارک نشان می‌دهد که وی به تعهداتش عمل نکرده بل دست به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش نیز زده است. این گونه داستان‌ها تنها در کابینه خلاصه نمی‌شود. اگر به پارلمان بروید، برخی اعضای مجلس نمایندگان تلاش یک عضو این مجلس برای تجاوز به یک رخصه پاکستانی را خجالت آور می‌دانند و تاکید دارند که این گونه افراد باید مجازات شوند. از سوی هم برخی باشنده‌های کابل کار این عضو مجلس نمایندگان را لکه‌ای ننگ بر جبین دولت می‌دانند و از دیگر شهروندان کشور می‌خواهند به این گونه افراد در انتخابات‌های آینده رأی ندهند. نصرالدین مسلمی با جزئیات بیشتر. اعضای مجلس از کمیشن کاری تا تلاش برای تجاوز بر رقاصه های پاکستانی. این عضو مجلس نمایندگان متهم است که تلاش کرده است تا با یک دختر رقاصه پاکستانی تجاوز جنسی کند. هرچند او موفق به این کار نشده، اما این دختر پاکستانی به پلیس این کشور شکایت کرده است. بر بنیاد گزارش ها پلیس پس از این شکایت خانه شیرعلی احمدزاده را در پاکستان تلاشی و از خانه اش یک شناسنامه پاکستانی نیز دریافت کرده است. این مسئله واکنش های زیادی را به همراه شده است. همکاران این عضو مجلس این کار او را سبب بدنامی کشور دانسته و بر مجازات وی تاکید دارند. وکیل فراتر از قانون نیست. وکیل من حیث سایر شهروندان افغانستان در برابر قانون مسئولیت داره و بعد قانون بالاش تطبیق شود. و هر کسی که باشه در قسمت فساد مالی باشه، فساد اخلاقی باشه و سایر مسائل باشه، بعد مطابق به قوانین نافذه کشور بعد بالا از او
قوانین تطبیق شود. ای به نظر ما یک کسر شان است برای این مقام پاک، ای باید نمایندگی از ملت بکنه. اما در این قسمت که مشخص از این وکیل صاحب که نام گرفتین، اینجا مکلفیت حکومت ما نیست، اینجا در قدم اول مکلفیت مردم ماست که نماینده خود بشناسه که بر کی باید رای بده. در قدم دوم حکومت مسئولیت حکومت پاکستان است و باید به امرش اگر واقع داشته باشه امرش برخورد قانونی صورت بگیره. برخی دیگر حتی حرف زدن در این مورد را خجالت آور دانسته و حاضر نشده اند با ما صحبت کنند. شهریان کابل نیز این کار را خیانت به کشور دانسته و میگویند نباید مردم به این گونه افراد دیگر رای دهند. وکیلا از بین مردم برخواسته و مردم خدمت میکنه و باید تابعیت افغانستان را داشته باشد. تابعیت بودنشان در یک کشور خوب نیست. باید گرفتار شود و در اصل هم تابعیت دیگه که دو تابعیت وکیل است، ما خواهش ما آرزو ما است که دولت توجه کنه، از خصوصا پارلمان که یک وکیل است که نمایندگی از مردم میکنه توجه جدی کنه. در اون خوب نیست، نه باید دو تابعیت باشه. امیدوار هستم که در آینده تعقیب کنن همچون وکیلی که تجاوز جنسی و هم در حال حاضر فرار است. با تلاش های زیاد موفق به دریافت نظر شیرعلی احمدزاده در این مورد نشدیم، اما یک عضو هیئت اداری مجلس روز جمعه به تلویزیون یک نشر این خبر از سوی رسانه‌های پاکستانی را توطئه از سوی پاکستان برای بدنام کردن پارلمان کشور گفته بود. پیشتر از تخلف و قانون شکنی اعضای مجلس بارها گزارش شده بود، اما این نخستین بار است که یک عضو مجلس نمایندگان به تلاش برای تجاوز به یک رقاص متهم می شود. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در گفتگوهای سال خواهان شریک شدن در قدرت نشده است. نماینده های این حزب میگویند که حزب اسلامی با نیروهای نظامی کشور نمی جنگند و عملیات هایشان بر ضد نیروهای خارجی را نیز کاهش دادند. اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تاکید دارند که این حزب به زودی با حکومت افغانستان به نتیجه می رسد و با شامل شدن حزب اسلامی شمار زیادی از طالبان نیز بر روند سال خواهند پیوست. بش احمد خاصانی گزارش می دهد. در اینجا فعالان حقوق زن از نمایندگان حزب اسلامی خواستند که نباید ارزش‌های 14 سال گذشته با ویژه قانون اساسی افغانستان را نادیده گیرند. دیگه ما زنایی هست که وقت مذاکرات صلح آغاز میشه حداقل در بخش خود حزب اسلامی آتش بس رعایت کنه. ما از جنگ خسته شده. زدی را گیلمن ما چا غسین شی لکه قبل زل چمنده کینه سیدلو بیا نتیجه تاونه رسیده ان شاء الله نور استند کو به حل. اعضای حزب اسلامی نیز میگویند که عملیات‌های نظامیشان را در برابر نظامیان کشور متوقف کردند و عملیات‌هایشان در برابر نیروهای خارجی نیز به حداقل کاهش یافته است. اعضای نیز باور دارند در صورتی که حکومت افغانستان با این حزب به نتیجه برسد، به زودی بخش زیاد طالبان به ویژه افراد وابسته و ملا رسول نیز به روند صلح یکجا خواهند شد. اعتقاد داریم که در صورتی که مذاکرات حزب اسلامی افغانستان پیروزمندانه با حکومت پیش بره، یک قسمت از طالبان در تبانی با حزب اسلامی هستند. شما خبر دارین که اونا حتی اعلان هم کردن که اگر قناعت حزب اسلامی دیدوند در تأمین حاکمیت ملی کشور عملی باشه، نیروهای دیگه در طالبان با این پروسه میپیوندن. قرار است به زودی یک موافقتنامه میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان به امضا برسد. اعضای حزب اسلامی تاکید دارند که در گفتگوهایشان با حکومت افغانستان خواهان شریک شدن در قدرت نشدند و انتظار دارند که موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان توسط جناح‌های معتبر بین المللی ضمانت شود. چگونه وقتی که به توافق میرسیم او اعمال شود؟ یعنی ملل متحد باشه، کشورهای دوست باشه، کشور سعودی باشه، کشور ترکیه باشه. ما از ایران و پاکستان قطعا انتظار تضمین هیچ چیز ندارم، ولی ملل متحد حتما باشه. اینی یک بحث است که ما تا به حال نکردیم، انشاءالله در آینده با هم میکنیم که تضمین باید به وجود بیاد. گلبدین حکمتیار همزمان با آمدن نیروهای خارجی در افغانستان مخالفتش را با نظام اعلام کرد و دست به فعالیت‌های مسلحانه زد. افراد این گروه مسئولیت چندین حمله این تاریخ که در آن برخی شهروندان خارجی و باشندگان کشور کشته شدند را نیز به دوش گرفت. اکنون دیده شود که تلاش‌های صلح این گروه و حکومت افغانستان به کجا می‌انجامد، هرچند برخی ها باور دارند که اعضای برجسته این حزب هم اکنون در نظام در موقف‌های بلند کار می‌کنند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در بسیاری بخش‌های کشور تاکنون بیش از 30 تن جان باخته و ده‌ها منزل مسکونی تخریب شده است. وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی می‌گوید بیشتر این سیلاب‌ها در ولایت‌های دایکندی و اروزگان سرازیر شده که راه‌های بسیاری ولسوالی‌ها را به مرکز قطع کرده است. وایس برمک می‌گوید بارش باران در 28 ولایت ادامه دارد، برای کمک به آسیب دیدگان آمادگی دارند. عماد رسایی. باران در 28 ولایت ادامه دارد و احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری ولایت های کشور بیشتر است.
اما سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ساعت گذشته تلفات و خسارات را در ولایت های دایکندی و اروزگان به بار آورده است. اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها تا اکنون بیش از 30 تن جان باخته و بیش از 20 منزل تخریب شدند. و دیگه در ولایت پروان، ولسوالی شینواری و دو ولسوالی دیگه شان در کاپیسا هم به میشکل بارندگی باعث ایجاد سیلاب‌ها شده و دیگه در عین زمان صرف از دایکندی گزارش داریم. اروزگان وضعیت بسیار خراب است. در اوج هم در چندین ولسوالی، در ولسوالی شهید اساس، ولسوالی دیراوت، ولسوالی گیزاب و در دو سه ولسوالی و در تقریبا ساعت مرکزی خود اروزگان هم سیلاب‌ها جریان پیدا کرده، متاسفانه باعث خسارات بسیار زیاد شده بر مردم. آقای برمک تاکید میکند که آمادگی ها برای کمک به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در سراسر کشور گرفته شده است. تیمای ولایتی ما فعلا کلش دولت آماده باش هستند و در اکثر ولایات تیمای ارزیابی هم تعیین شده که عاجل برن به ساعت سفر کنن و در این زمان شما فعلا وقتی که سیلابا سرازیر میشه در بعضی اکثر موارد باعث قطع راه هم میشه رای موصولاتی که در منطقه ما به تمام پرسنل و همکارای خود دادیم دادیم که پول در اختیارشان است، امکاناتی که در سطح هر ولایت وجود دارد استفاده کنند پاسخگویی کنند. بارش باران و سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایت های کشور همه سال جان ده ها تن را می گیرد و نیز خسارات هنگفتی را برای شهروندان کشور وارد می کند. پیش از این وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون شهروند کشور در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار دارند. بانک جهانی 160 میلیون دلار به بودجه دولت افغانستان کمک کرد. وزارت مالیه میگوید پس از آن که دولت افغانستان توانست درآمدهایش را از هدف تعیین شده صندوق وجهی پول بیشتر جمع‌آوری کند، این بانک بسته تشویقی 160 میلیون دلاری را به دولت افغانستان پرداخت و انتظار می‌رود این پول در ساخت بندهای آب هزینه شود. توجه کنید به گزارشی از تمیم شهید. برای دریافت پول تشویقی دولت باید درآمدهایش را افزایش می‌داد و نیز در سیستم گمرکی خود اصلاحات می آورد. در سال مالی پارسال و سه ماه نخست سال مالی امسال حکومت وحدت ملی این شروط را برآورده ساخته، چیزی که سبب شده تا بانک جهانی بسته تشویقی 160 میلیون دلاری را به دولت افغانستان بپردازد. پورا شوند شپگ مشته و مشته دی برنامه کی دی بانک تقریبا 250 میلیون دلار به کمک اون کنه چه اصول شپت جمع 3 میلیون دلار نو چومنده برخه چې مخکې ورته ما اشاره وکړه چې زمونږ تاسو ملي ویار دی هغه زمونږ خپل عواید دي. مونږ عواید دي تقریبا مونږ 8 میلیارده افغانۍ ډېر عواید هغه عواید نه چې مونږ ژمنه کړې وه د پیسو نړیوال صندوق سره او خپل ولس سره او بین المللي ټولنو سره مونږ د هغې نه زیات راټول کړي وو چې هغه باندې مونږ وتوانېږو چې د دې 253 میلیونو د جملې نه تقریبا 112 میلیونه دلار فقط د عوایدو د زیاتوالي په حساب باندې مونږ ته تشویقي پیسې راکول شوي. انتظار می رود این بسته های تشویقی تا سال 2018 ادامه یابد و برای هر سال 300 میلیون دلار در صورتی که دولت افغانستان بتواند هدف تعیین شده صندوق وجهی پول را برآورده سازد بپردازد. در 6 ماه گذشته بانک جهانی 253 میلیون دلار به بودجه دولت افغانستان پرداخته است. نتایج آزمون کانکور پارسال فردا اعلام خواهد شد. وزارت تحصیلات عالی میگوید که از میان بیش از 200 هزار داوطلب نزدیک به 120 هزار تنشان به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند. طارق ساخه با جزئیات بیشتر این خبر. پس از گذشت 14 روز از شروع سال تحصیلی 95، وزارت تحصیلات عالی میگوید نتایج آزمون کانکور 1394 فردا اعلام خواهد شد. فردا انشاءالله ما تمام آمادگی های تکنیکی خود داریم برای اعلام نتایج که انشاءالله فردا اعلام. در چند سال پسین آزمون کنکور با چالش های فراوان از جمله اتهام عدم شفافیت به همراه بوده است. امسال اما وزارت تحصیلات عالی میگوید با ایجاد سیستم جنبلینگ این مشکل حل شده است. سیستم جنبلینگ به این معنا است که ما برای هر متقاضی، یعنی برای 200 هزار متقاضی 200 هزار کتابچه پرینت کردیم با مشخص شدن امو هویت متقاضیان که از طریق آیدی. ظاهراً باشنده های کابل هم از روند آزمون کنکور راضی به نظر می رسند، اما انتظار اعلام شدن فوری نتایج آن را دارند. شاهد این امتحان بودم که امتحان بسیار با یک پروسه شفاف گرفته شد.
کمبودی که داره بسیار رمی امتحان کنکور نتایجی به تاخیر افتاد. تشویش ازیر دارم که نتایج کنکور 1395 به زودی اعلان نمیشه. در سال 1395 از میان بیش از 200 هزار داوطلب در آزمون کنکور 58310 تن به مؤسسات تحصیلات عالی، 60450 تن به مؤسسات نیمه عالی و 40000 تن دیگر به مؤسسات تحصیلات خصوصی راه یافتند. 8 دانشجوی جوان اپلیکیشن هایی را آماده کردند که با کاربرد آن عرضه خدمات دولتی ساده می شود و چالش های مردم در دستگاه های حکومتی با استفاده از موبایل هوشمند برطرف خواهد شد. وزارت مخابرات و بانک جهانی امروز از این جوانان ستایش کردند و 2000 دلار در اختیارشان قرار دادند. تمیم شهید. از طریق برنامه نور نوآوری این جوانان انتخاب شدند. در یک رقابت تنگاتنگ که ده ها جوان برنامه های فناوری جدیدشان را به نمایش گذاشته بودند. اپلیکیشن هایی را آماده کردند که مردم از خدمات دولتی به سادگی می توانند استفاده کنند. سیستم را اختراع کرده که هر کس را قادر می سازد تا با استفاده از موبایل هوشمند نتایج کنکورشان را به سادگی بفهمند و نیز در انتخابات شما رای دهندگان را مشخص کند. ما می خواهیم 25 سرویس دیگر هم اضافه کنیم که این یک اصلا یک خواب بوده که تانوز کس فکر نمی کده که ما از طریق یک موبایل هر چیز بتانم در سراسر جهان بکنم. این مثلا ما بخواهیم روز انتخابات رای بتم، هیچ نامنی بی امنیتی مشکلات نمی زنه جلوگیری بکنه. بخاطر ما داخل خانه هستم، رای از خانه می اندازم و می خواهیم در مثلا در کشور دیگه چیز بخرم، از طریق موبایل برازوی چیز می خرم و از طریق اکانت برازو پیسه دو میکنه، این بر ما رای میکنه. این برنامه از سوی بانک جهانی تمویل مالی می شود و بر روز شنبه وزارت مخابرات از میان کسان که اپلیکیشن هایشان را در رقابت گذاشته بودند 8 مختری را برگزید و به آنها ستایشنامه و پول نقد کمک کرد. دغه حت همیش به ادامه پیدا کی ترڅو چې موږ وکړی سو نور دغه سه مبتکرین را پیدا کو. بل پروسه څنګه چې پایاب سه وویلې بیخی آماده ده، دغه د څېړنې پروسه تکمیل شوې ده او ان شاء الله ریسرچ پو یو میاس پر به وتوانی گوسی موږ غو پروسه تکمیل کو. برای مسافران که میخواهند زمان برخاست و نشست هواپیمای حاملشان را بدانند، نعمت الله تابش اپلیکیشن جدید آماده کرده است. هم برای میدان هوایی یا ایدیارا آماده کردم و اپلیکیشنش شاید از طرف دیوید دست کار باشه که بعد در سالهای آینده اون آماده کنه و سهولتایی برای ما ایجاد کنه که ما بوکینگ خود بفهمیم که چه زمان با تیکت بوک کنیم و چه زمان پرواز داشته باشیم. این برنامه که در سال 2013 میلادی با همکاری مالی بانک جهانی آغاز شده بود، تا حال 21 نفر توانسته برنامه های جدید فناوری ایجاد کنند و راه حل برای چالش های دولتی بسنجند. اما برای عملی شدن آن تا حال از سوی دولت کدام میکانیزم در نظر گرفته نشده است. ممنون از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.